خب تو این بعد از ظهر قشنگ قشنگ برای پاییز خیلی هم قشنگ نیست، البته میخوام که یه مدل جدید ویدیو ضبط کنم و اون راجب ایمیل هایی است که میگیرم. خیلی از مشکلات ایمیل ها مثلا تکراریه، مشابه بین اون مردم. ما فکر میکنیم که خب مشکل ماست فقط، ولی در آخر واقعا بین عموم مردم خیلی موارد مشترک است. ما بیشتر از این که تفاوت داشته باشیم با هم دیگه شباهت داریم، حالا چه ما آدمیزاد به کل، چه ما ایرانی ها، چه واقعا تفاوتی اونقدر نیست و بیشتر شباهت است. مثلا یکی از این چیزها رو بخونیم، ایمیل ها رو بخونیم. عزیزی هستند، متاسفانه مشخص این چند سالشونه، نوشتن که من امروز برای شما هم در اینستاگرام نوشتم و دیدم که تو پستایی گذاشته بودین کامنت گذاشتم. گفته بودین که نیاز به یک بیوگرافی کوچیک هست که ما چجوری زندگی میکنیم، حداقل روز خود رو چگونه میگذرم. از طریق ایمیل باهاتون تماس برقرار کردم. ایشون 42 سالشونه و ساکن حالا شهر فلان هستند، خارج از ایران. وزن در حال حاضر 143 کیلو، قد هست 181. گفتن که من از بچگی تا به الان همیشه مشکل وزن داشتم، یعنی از همون دوران کودکی همیشه وزن من بالا بوده و همیشه من درشت بودم. از همون دوران بچگی خیلی خیلی به من میرسیدن و کلن شیرینی و شکلات از دوران بچگی خیلی خیلی به من میدادن و منم زیاد میخوردم. متاسفانه یه جورایی عشق و علاقه خودشون و پدر مادر میخوان با چی برسونن؟ با دادن شیرینی به بچه. یعنی فکر میکنن به هر چی به بچه بیشتر بدی بخوره در آخر به نفعشه دیگه، دوستش داریم دیگه، بدیم بهش بیشتر بخوره، بیشتر و بیشتر. ولی خب در آخر اینطوری نیست که میبینیم که بعد از چندین سال ایشون داره عذاب میکشه. گفتن که در سال 2011 عمل بایپاس داشتن برای معده. وقتی که عمل بایپاس معده رو انجام دادم وزن من 168 کیلو بود. در سال 2012 وزن من رسید به 105 کیلو. و اینکه من تیره خیلی کم کار دارم، فکر کنم منظورشون تیروئید خیلی کم کار هست، قرص هم روزانه میخورم. کلا کار من طوریه که من از ساعت 6:30 تا 7 که بیدار میشم تا ساعت 19:30 که سر کار هستم و در کل روز هم به خاطر کاری که ما داریم میان وعده زیاد میخورن، یا بهتر بگم ریزخاری. مصرف مشروبات الکلی هست و کلن باز اینجا مشخص نیست، یه جوری نوشتم نمیدونم چرا اون کاراکترش مشخص نیست، فکر کنم منظورش عرق شطور بوده شاید. ولی خب کلا من به خاطر عملی که کردم غذام وعده‌هاش کوچیک شده، بیشتر چند وعده غذا میخورم، بیشتر تعداد وعده‌شون بیشتره و حجم غذا کمتر. حالا این نگاهی بود از اطلاعاتی که احتیاج داشتین. اگه باز هم بود که خب ببین ایشون از 168 رسیدن به 105 ولی دوباره برگشتن به 143، یعنی 168 بودن عمل کردن وزنشون خیلی اومده پایین ولی دوباره برگشتن وزنشون رفته بالا، حالا نه به شدت قبلی باز رفته بالا. اینی که از این مشکلات عمل یا هر کار دیگه ای هست که بعضی موقع ما انجام میدیم، یعنی دنبال حل ریشه‌ای مشکل نمیریم، میریم که مثلا یه سری کارا میکنیم، حالا یه قرص لاغری میخوریم یا عمل میکنیم یا چه میدونم هزار و یه دستگاه مختلف هست به خودمون وصل میکنیم که مثلا یه ذره چربی آب شه. خب در آخر چی میشه؟ جواب میده اما موقت، چون مشکل اصلی سر جاشه. ببین راجع به مقاومت به انسولین خیلی صحبت کردم و ایشون خودش گفته که گفتن که از بچگی شیرینی زیاد میخوردن. وقتی شما از بچگی شروع میکنی به خوردن شیرینی زیاد، خب مدام انسولین در بدن تحریک میشه، مدام قند خون شما بالاست و خیلی زود مقاومت به انسولین به وجود میاد. پس شما شروع میکنید به اضافه وزن.
حالا کم خوردن، کم کردن کالری، اینا موقت جواب میده، اما باز متابولیسم شما رو تغییر میده و دوباره شما برمیگردین روی همون وزن بالا. یه مدت کم میکنین ولی دوباره برمیگردین به همون داستان. چرا؟ چون اون مقاومت به انسولین برطرف نشده. در بدن شما انسولین به حجم خیلی زیادی وجود داره، چون از ساعت 7:30 صبح که بیدار میشین تا دیر وقت مدام ریزخاری میکنید. خب تا مادام یک انسولین هست غیر ممکنه شما لاغر بشید، اصلا شدنی نیست. مکانیزم بدن اینجوری عمل میکنه که انسولین وقتی هست شما چاقتر بشید. انسولین کارش اینه، هر چی میخورید، آب میخورید و تبدیل میکنه به چربی که ذخیره بکنه. پس این مکانیزم انسولینه. تنها رایی که من میتونم پیشنهاد بدم به این دوست عزیزمون که بتونی وزنشو کم بکنه، تغییر سبک زندگیشه به هر قیمتی شده. حالا کارتون سخته، ببین قطعا یه فرمولی وجود نداره که من بگم باید این کار بکنین و اینطوری لاغر بشین. بر اساس زندگی شما، شرایط خودتون، باید یه جوری باهاش ور برید، یه کاری بکنید که بتونید اون تغییر رو بدید. اون تغییر میتونه حالا از کم کردن ساعت خوردن از صبح باشه. 7:30 بیدار میشین، 7:30 سر کارید یا هر چیزی، یه 2-3 ساعت چیزی نخورید، بذارید برسه به 11، برسه به 10. این بهتون کمک میکنه که سطح انسولین خونتون پایین بیاد. از شبش هم که چی نخوردین، پس مثلا شروع میکنه یه کوچولو از اون چربی ها استفاده کردن. همین مسئله بلند مدت بهتون کمک میکنه که وزنتون پایین بیاد. در کنارش قطعا ورزش کردن، تحرک بیشتر تأثیر داره، اما اگر انقدی زیاد بشه که سطح استرس بالا بره، باز شما وزن کم نمی کنید. چرا؟ چون برای آروم کردن اون استرسه که در بدنتون ایجاد شده، احتمالاً یا سراغ سیگار میرید، یا سراغ الکل میرید، یا سراغ خوردن بیشتر میرید. یه جورایی اثرش رو خنسا میکنید، فایده نداره. باید برید سراغ ورزش هایی که خیلی ملایم باشن، مثل پیاده روی طولانی، وزن زدن. حالا شانس ما سر صدایی هم شروع شد که فکر نکنم حالا حالا تاوشه. وزن زدن، امیدوارم صداش زیاد نیاد، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر حجم عضله شما بیشتر بشه، این انسولین کمتر در بدن تحریک میشه، چون قند خیلی زودتر توسط اون عضلات خورده میشه. واقعا تنها کار همینه. مشکل تیروئید هم اشاره کردن، کمکاری تیروئید دارن. تو قسمت متابولیسم گفتم که وقتی که شما اون هورمون انسولین در بدنتون خیلی قوی بشه، بقیه هورمونا کارایی خودشون از دست میدن، جا برای اونها نیست که تو بدن خودی نشون بدن، و بدن برای برقرار کردن اون تعادل هر کاری میکنه، از تیروید میزنه، از هورمونای جنسی میزنه، از هر چی دم دستش بیاد میزنه که فقط این تعادل متابولیسم برگرده. پس ورزش ملایم، ساختن عضله، روزه گرفتن، هرچند کم کم یواش یواش و به مرور، با انجام همین سه تا به مرور تغییر خوبی میبینید. مرور باید بلند مدت بهش نگاه کرد. این خیلی از مواقع عزیزانی که دنبال یه راه سریع هست، همه دنبال یه راه سریع هستن که خیلی سریع یه مشکلی رو حل بکنن، ولی نمیشه. اگر سریع مشکل رو حل کردین، سریع هم برمیگرده، چون اساسی حلش نکردین. مشکلی که اساسی حل بشه قطعا سریع حل نمیشه. یادم یکی از کامنت ها راجب ویدیوهای من هم هست همین موضوع، که میگفتش که خیلی طولانیش میکنید و خیلی جمع و جور میتونید بگید مطلب و نمیدونم ویدیو بهتون، یوتیوب بهتون پول بیشتری میده که اصلا طولانی میکنید. حالا ویدیو
فکر کنم 17-18 دقیقه بود. واقعا طولانی نیست. ببین اگر من یه مطلبی رو توی 90 ثانیه مثل یه ریلز به شما بگم، شما یه چیزی رو تو 90 ثانیه گرفتین، نیم ساعت بعد فراموشش کردین به کل، یعنی یاد نگرفتین، اثرشمون نگار نمیشه. همین داستان برای راه حل هم هست، راه حل های کوتاه سریع به موقع بخواد کاری رو سریع انجام بده، خیلی سریع اثرش رو از دست میده و در آخر سر سال شما تفاوتی نکردین. از طرفی حالا ویدئوهای اون شکل تا دلتون بخواد زیاده، خیلی میرنم ویدئوهای انگلیسی رو زیرنویس میکنن، نمیدونم یا آهنگ میذارن پشتش که فقط یه دوپامینی بده. اونا دنبال حل مشکل نیستن حقیقتا، اونا دنبال رفع مشکل شما نیستن، اونا دنبال جلب مخاطب هستن با اضافه کردن چه میدونم افکت خاصی، با اضافه کردن موزیک، خیلی تند کردن ویدیو، به شما یه دوپامینی میدن، شما خوشتون میاد. ولی اگر یه ساعت بعد ازتون بپرسن اون ویدیو راجع به چی بود، هیچی یادتون نمیاد. یه ماه بعد تاثیر تو زندگیتون داره؟ اصلا. برعکس، من هدفم اینه که شما هر ویدیوی منی رو که این ویدیوی من رو که میبینین 4 هفته بعدش بازم تو ذهنتون باشه که فلانی چی گفت؟ آها الان اینجا راست میگه، اینجا یه حرف جالبی، آها الان میفهمم چرا اونجوری گفت، او چه قشنگ، او چه جالب. هدف من اینه. به خاطر همین نمیتونم و نمیخوام ویدیو مطلب کوتاه بهتون بدم. کامنت بذارید اگر دوست دارید از این مدل ویدیوها. حالا خیلی سر صدا هم زیاد اینجا جای ایدئالی نبود فکر میکنم، ولی اگر دوست دارین از این مدل ویدیوها که بگید، حتما بازم میگیرم. این ایمیل هایی که برای من میفرستین رو سعی میکنم براتون مرور بکنم و نظرم رو بگم که بتونید همه استفاده بکنن، نه فقط اون عزیز. همین، فعلا تا بعد.